صبح‌های سه‌شنبه از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برای ایران و ایرانیان دعا می‌کنیم. حقیقتاً هم خداوند داره کار می‌کنه. به ندرت ماهی هست که ما سپری بکنیم و از ایران کسی نباشه که ما زنگ بزنه بگه که گواهی بده که خداوند تو زندگیش کار کرده، حالا شفایی بوده، گرفته شده و یا اینکه خدا قلبش رو لمس کرده و قلبش رو به مسیح داده. خواهش می‌کنم برای برنامه‌های تلویزیونی ما در دعا باشید که بتونیم این کارمون رو وسعت بدیم، گذشته از تلویزیون شادی که خداوند به ما داده. اپ تلویزیون شادی و رادیوی شادی تیوی رو میتونید داشته باشید روی تلفوناتون. کلیسا خانه من و شماست، آمین. خانه بابای ماست، آمین. خانه ای هستش که خداوند به ما داد تا در اون آرامش بگیریم و همه تجربه کردیم که در اون شفا بگیریم، که در اون قوت رو داشته باشیم. فریدون فرخزاد جمله ای داره، میگه عجیبه، همه ما تو دیپریشنیم تا زمانی که زنده هستیم، اما همین که میمیریم تو اعلامیه هم مینویسن شاد روان. چه دروغه. حالا خود ایشون که شاد روان هستش راست گفته. اگر من و شما در حضور خدا در زمانی که زنده هستیم نیاییم روانمون رو شاد کنیم، آرامش درش قرار بگیریم، قوت درش قرار بدیم، ما چه نوع شاد روانی هستیم؟ ما با چه اعتمادی میتونیم بگیم در حضور خدا بعد از اینکه این جسم رو قرار دادیم خواهیم رفت؟ پس هوشیار باشیم. کلیسای مسیح بنا شده تا روی زمین که هستیم روانمون رو از خستگی ها، از آزردگی ها، از دروغ ها، از تلخی ها دور نگه داریم و آرامش و قوت خدا بیاد. گاهی ما وارد کلیسا میشیم، میدونیم سرودهای خیلی آرومی هست، گاهی سرودهای خیلی تند هست. این برای این نیست که سرود تند علامت شادی ماست و این برای این نیست که سرود آروم علامت غم ماست. هر سرودی که در کلیسای مسیح زده میشه و خوانده میشه و سراییده میشه علامت بر این هست ما در مسیح شادیم، آمین. شادی خداوند با ما هستش. پس میخوام تمام تمرکزت رو از حتی سرودها بردار، از کلام انسان بردار، به روح مقدس خداوند که میخواد به تو قوت و شادی بیشتر از گذشته عطا کنه بده. شاعری میگه شبی دلخسته رفتم در کلیسا، کنم من شکوه از دنیا به عیسی. هممون به نوعی اولین بار فکر کنم وارد کلیسا اینطوری شدیم، درسته؟ من که اینطوری وارد کلیسا شدم، با غرغر و شکایت رفتم. ولی گاهی میشه که افراد بعد از ایمان تو مشکلات و سختی ها میفتن دیگه نمیرن کلیسا. میگیم برادر خواهر کجایی؟ میگه خیلی گرفتار شدم. میگم اون موقعم که گرفتار بودی اومدی مسیح گرفتاری تو حل کرد. شبی دلخسته رفتم در کلیسا، کنم من شکمه از دنیا به عیسی. زیادش جان من آکنده از نور، وجودم شد همه پر شادی و شور. چون در حضور خدا چیه؟ کمال خوشی هاست. وقتی که ما میاییم، ما که اینجا بتخونه نیستش که، اینجا عبادتگاه مذهبی هم نیستش، ما اینجا در حضور خدای زنده هستیم. زیادش جان من آکنده از نور، وجودم شد همه پر شادی و شور. به خود چون آمدم من در کلیسا، هوا پر گشته بود از بوی عیسی. آمین. می باید به دنبال این باشیم. وقتی که اومدی کلیسا افکارتو رها کن. چرا؟ کلام خداوند میگه اول ملکوت خدا رو بطلبیم. یعنی چی؟ مگه مسیح نگفت وقتی کسی مسیح ایمان میاره ملکوت خدا مهیا شده؟ دیگه دوباره اول من ملکوت خدا رو به طلب. یعنی تمرکزت رو از زندگیت، از مشغولیت ها، حتی اون چیزای خوبت، حتی اون شادی های دنیا بردار. الان زمانش که به خدا نگاه کن. تمرکزت رو به محبت خدا، به عشق خدا بدوز و اون موقع میبینی همه چیز به خیریت خواهد شد. اون موقع میبینی ضعف های تو به قوتی که مسیح بهت خواهد داد نیز تبدیل خواهد شد و تو در کلیسای مسیح برکت خواهی گرفت. به خود چون آمدم من در کلیسا، هوا پر گشته بود از بوی عیسی. نبودم من دگر غمگین و خسته. خسته هستیم؟ میتونیم بگیم هاشا؟
آشا ما در مسیح قوت داریم. آمین. اعلام کن. واعظی میگفت بد نیست تو کلیسا بعضی موقع ها آمین بگیم، چون مثل که دیگه مرسوم نیست آمین بگیم. نبودم من دگر غمگین و خسته، به آرامی رسیدم در کلیسا. کلیسای خداوند، کلیسایی که مسیح نیز بنا کننده او هست و اجازه میده که هر کدوم ما قسمتی از این بدن باشیم و نام خداوند رو جلال بدیم. نوزاد در رحم مادر پس از گذراندن 9 ماه فضای مساعد و تغذیه سالم و رشد سالم، تولد خود را که خروج از امنیت می‌داند و بریدن ناف را، دخول به دنیای ناشناخته در ترس و وحشت می‌داند، تجربه‌ای که در ذهن و فکر او غالب تمام ایامش می‌شد این هست که از آنچه که آگاهی و شناخت ندارد، پس در آن امنیت و آرامش نخواهد داشت. این اولین احساسی هست که نوزاد بعد از تولد داره و اون ناآرامی هست. چرا؟ همه ما میدونیم، چون نوزاد هیچ آگاهی نسبت به این دنیا نداره، پس خودش رو در اون وحشت و نگرانی میدونه. حتما بعد از تولد والدین خوب و سالم، اطرافیانی که این شرایط محبت رو برای نوزاد ایجاد میکنن و با محبت نوزاد بزرگ میشه، رشد میکنه، این محبت جایگزین هر نوع ناامنی و احساس ترس و وحشت خواهد شد توی خونه و این امنیت رو میده، چرا که در محبت قدرت بسیاری هست. آمین. همان گونه که ما در غزل‌ها 6:8-6 میخونیم که اعلام میکنه محبت از مرگ زورآورتر هستش، قدرتش بیشتر از اون هست. از این رو هست که در انجیل یوحنا 3:16 ما میخونیم که عیسی مسیح اعلام میکنه که خدای پدر اونقدر، آنقدر، اینقدر، چقدر، چقدر میگه اونقدر، یعنی ثابت کرد، به همه ما ثابت کرده که خدا ما رو دوست داره. موضوع متر نیست عزیزان، موضوع این نیستش که از اینجا تا کجا، حتما محبت خدا بدون مرزه، حتما بدون مرزه، اما هدف از این جمله این نیستش که بگه چقدر، چقدر کی میتونه تمام آنچه که به عنوان مسافتی در جهان هست رو متر کنه و به ما بگه. هدف اینه که میگه خدا ثابت کرد، یگان پسرشو داد، فرستاده شد، مرسی خواهر عزیزم، فرستاد، تموم شد دیگه، وعده نداد، پشت وعده ها نایستاد، اعلام کرد و داد. اونقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسر خود رو داد تا هر کس ایمان بیاورد نجات یابد، یعنی تو امنیت باشه. وقتی این اعتماد رو داره، این ایمان رو داره و هر کس که ایمان نمیاره میگه هلاک میشه، تو ناامنی خواهد بود، در امنیت نیست، چه بر روی این زمین و چه در آسمان نمیتونه این امنیت رو داشته باشه. پس بنابراین شناخت و آگاهی ما دلیلی خواهد شد که ما امنیتی رو حفظ کنیم، امنیتی رو داشته باشیم، و در این امنیت هستش و در این شناخت هستش که در اصل پادزهر هر نوع ناامنی در زندگی من خواهد. سلیمان در امثال 22:17-19 میدونیم که سلیمان پادشاه بسیار اهل علم و دانش به زمان خودش بود و تأکید بسیار میکرد که تعلیم بگیرید به حکمت و خرد، و او خوب میدانست مطابق کلام خدا که انسان آفریده شده که بیاموزد، و خود نیز در این مسیر معلمی بود برای آموختن آنچرا که به او آموخته بودن. اعلام میکنه به سخنان مردان حکیم که به تو یاد میدهن، یعنی تعلیمت میدهن، گوش بده و آنها را یاد بگیر
زیرا یادآوری و بیان آنها تو را شادمان می‌سازد. این سخنان را امروز به تو تعلیم می‌دهم تا اعتماد تو بر خداوند باشه. میگه اعتماد تو بر خداوند باشه. پس شناخت من نسبت به خدا اولین قدم من و ستون اصلی من و تکیه‌گاه من هست نسبت به اعتمادهایی که در اطرافم باید به اون اعتماد کنم. شناخت بسیار مفید هست برای اعتماد کردن برای هر موضوعی. به شخصی میگن که خیلی هم خسیس بوده، میگن نظرت درباره لیوان یه بار مصرف چیه؟ میگه راستش من 5-6 سال از یکیش دارم استفاده میکنم، هیچ مشکلی نداشتم. اگر اومدیم به مسیح ایمان آوردیم، تعمید گرفتیم، قصه اینجا تموم نمیشه. شما به مسیح ایمان آوردید، شما عزیزانی که قرار هفته دیگه تعمید بگیرید، شما عزیزانی که ایمان آوردید، تعمید برای شما یک مسئولیته و هدفمون هست که شمایی که تعمید گرفتید در مسیح بمانید، وفادار باشید، لیوان یه بار مصرفش ندونید. تعمید گرفتید، ما شما رو دیگه تو کلیسا مثل خیلی ها که نیستن دیگه نبینیم بهتون. خیلی ها که نیستن در آرامش خدا نیستن، ببخشید، در امنیت خدا نیستن. شما میتونید تصمیم بگیرید اگر خداوند امروز با فیضش دروازه و دریچه ای رو باز کرده که به توسط کلیسا افراد اقامت بگیرن، به من و خادمینی که کنار من هستن این حکمت و این محبت و این دلسوزی رو داده، داله بر این هست که شما عزیزان نجات ابدی داشته باشید، داله بر این هستش که شما بتونید امید و شادمانی روی زمین داشته باشید. پس وفادار باشید به کاری که مسیح براتون کرده، قدر اون رو بدونید. مسیح یه بار مصرف نیست، مبادا در مسیر یه بار مصرفی استفاده کنیم، چرا که آسیب می‌خوریم. باز سلیمان در امثال 14:26 الی 27 اعلام می‌کنه در ترس خداوند. ترس گفتیم یعنی چی؟ شناخت خدا. ترس یعنی شناخت خداوند. قرار نیست که ما از خدا، اون ترسی که ما فکر می‌کنیم، قرار ما از خدا بترسیم. اون الله بود که باید ازش می‌ترسیدی، اون مذهب گذشتت بود که باید ازش میترسیدی. ما امروز مسیح ایمان آوردیم، ما به مسیح عشق میدیم چون ازش عشق گرفتیم. هرگز نباید از خدا یهوه بترسیم، ما باید او رو بشناسیم. تر کجا در کتاب مقدس شما مشاهده کردید؟ ترس خداوند یعنی شناخت خداوند. اشاره به شناخت خداوند میکنه، میگه در ترس خداوند اعتماد قوی است. یعنی وقتی که شما خدا رو میشناسی اعتماد بیشتری بهش میکنی. برای همین لازم هست که ما کلیسا بیایم، خدا رو بشناسیم، کلام خدا رو بخونیم، در حضور خدا بریم، وقت بذاریم. ما مذهبی نیستیم، ما لامذهب هستیم. هوشیار باشیم، ما نمیخوایم شماها مذهبی بشید، ما میخوایم شما رابطه عاشقانه با خدا داشته باشی که هرگز نترسی، همیشه اعتماد داشته باشی و اعتماد تو معنا داشته باشه. در ترس خداوند اعتماد قوی است، فرزندان او را ملجا خواهد بود. ترس خداوند چشمه حیات است، یعنی باعث امنیت است. تا از دامهای موت اجتناب نمایید. کتاب هوشت 4:6 اعلام میکنه قوم خدا از عدم شناخت خدا هلاک شدن. نمیگه از اینکه خدا رو از خدا نترسیدن هلاک شدن. این آیه هست که میخوام ثابت بتون بشه، قرار نیست کسی از خدا بترسه. قرار هست که ما خدا رو بشناسیم و قرار هستش که با خدا رابطمون رو نزدیکتر کنیم تا بتونیم اون اعتمادی که درست هست رو داشته باشیم. و زمانی که همون گونه که عرض کردم ما خدا رو خوب میشناسیم، به خدا وقت میدیم، مسلماً اعتمادهای من به هر موضوعی، اعتمادت به کارفرماد، اعتماد به قوانین دولتی، اعتمادت به همسرت، اعتمادت به فرزندت، اعتمادت به کشیشت، اعتمادت به کلیسا، اگر من خدا را خوب میشناسم اون اعتماد من وصل به اعتمادی که به خدا دارم. چون میدونم اگر تمام امکانات و شرایط که روی زمین هست و اعتماد کردن به اونها تاریخ انقضا داره،
سلامتی من نزد یک پزشک، اقامت من نزد یک وکیل، دعای من نزد یک کشیش، اگه همه اینا موقتی هست، اما وقتی که توکل به خدا میکنم هرگز موقتی نیست و قوت خداوند مرا حمایت میکنه. از این رو هستش که ارمیای نبی در باب 17 آیه 5 از خداوند اعلام میکنه: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد، از خدای اصلی. پس چقدر مهمه که من و شما خدا رو بشناسیم و با شناخت خدا هستش که میتونیم این احساس امنیت رو در زندگیمون بیشتر از گذشته هم برای خودمون و هم برای فرزندانمون داشته باشیم. باز در امثال 4:32 سلیمان میگه: شریر از شرارت خود به زیر افکنده میشود، اما مرد عادل، کسی که رابطه خوب با خدا داره، کسی که عاشق خداست، کسی که هر روز با خدا وقت میذاره، هر روز یک پیام میگیره، صبح که بلند میشه در حضور خداوند کلام خدا رو باز میکنه، نه تلفنش ببینه تلگرام بعد چی دارم میگن، نه بره خبرهای دنیا، اول وقتشو به خدا میده. کسایی که میخواید تعمید بگیرید، اگر میخواید زندگی سالم در امنیت داشته باشید، وقت اول تو امروز از خدا بخواه که مال اون باشه، نوبر وقت تو به او بده، اون بهترین رو به تو داده. شریر از شرارت خود به زیر افکنده میشود، اما مرد عادل چون بمیرد اعتماد دارد. آمین. برای نمونه ایوب 3:15 هستش که ایوب نیز اعلام میکنه که حتی اگر کشته شوم منتظر خداوند خواهم بود. به این میگن ایمانی که اعتماد به امنیتی است که درش آرامش هست. پس شناخت حقیقی خدا اعتماد رو ایجاد میکند و میوه اون اعتماد امنیت خواهد بود و در امنیت آرامش هست، آن آرامشی که شما دارید و به خاطر همین به کلیسای مسیح آمدید. و در آرامش رضامندی فکر و احساس ما نسبت پیشنهاداتی که شده، وعده هایی که دادن، قول هایی که به ما دادن و میدن، و اگر توی جایگاه درست اعتماد رو بیاموزیم، حتی ما نیز وفادار خواهیم بود به قول های خودمون، ما نیز وفادار خواهیم بود به وعده هایی که دادیم. آیا آنچرا که ما از کلام خداوند نسبت به او و شناخت او خواندیم دلیل این هست که ما به همه اعتماد کنیم؟ خیر. اما دلیل بر این هم نیستش که ما باید بی اعتماد باشیم. برابر، ما نمیتونیم بگیم دلیل این نیست که ما اعتماد کنیم، ولی دلیل این هم نیستش، بلکه ما همینجوری اعتماد میکنیم. خب امکان داره شما رستورانی برید برای خوردن خوراک که اولین بار باشه، خب شما چه اعتمادی به اون آشپز دارید؟ شما چه اعتمادی به اون رستوران دارید؟ ولی این کارو میکنیم. ما بلافاصله اگر بدنمون درد بگیره به بیمارستان میریم، دکتری که نمیشناسیم به اون مراجعه میکنیم. ما چه اعتمادی داریم؟ ولی تراست میکنیم بهش، این اعتماد رو داریم. سوار هواپیمایی که میشی خلبانو دیدی؟ خلبانو میشناسی؟ ولی اعتماد میکنی. مسیح هم میگه مثل کودکان به من اعتماد کن. میتونیم حداقل همونقدر که به اون خلبان اعتماد میکنیم به خدا اعتماد کنیم؟ این خیلی بیانصافیه، این خیلی بیانصافیه که من به خلبانی که نمیشناسم، مست، مریض، سالم، چند دقیقه دیگه سکته نکنه اون بالا، چه کار چه بلایی سرم میاده، به اون هواپیما اعتماد ندارم، ولی من به اون اعتماد دارم، سوار میشم، سوار اون هواپیما میشم، پیش اون دکتر جراح میرم، بدنمو اجازه میدم جراحی بکنه، ولی به خدا تو سختی ها و مشکلات اعتماد نمیکنم. وای، آیا این بی‌انصافی هست یا نه؟ آیا این بی‌عدالتی هست که من به همه میتونم اعتماد کنم اما به خدایی که با من هست؟ اما خب در بین اعتماد و شکی که من دارم و بی اعتمادی، اتوبانی هست به نام تحقیقات. به عنوان فرزندان خدا باید تحقیق کنیم. اونجایی که شک میاد سوال کن، فرار نکن. متاسفم شاهد بر این بارها بودم که ایمانداران مسیح در برابر سوالاتشون، در برابر مشکلاتشون، در برابر سختی‌ها، در برابر کلیسا، در برابر چیزایی که دیدن بیش فرار کردن. این روش درستی نیستش، چه توی زندگی، چه بیرون از زندگی، چه در محل کارت. تحقیقات
بهتر میتونه ما رو در مسیر درستی قرار بده که بتونیم اعتماد کنیم. در نامه اول تسالونیکیان 5:21 اعلام میکنه همه چیز را تحقیق کنید. همه چیز را نمیگه فقط در رابطه با کلام خدا، در رابطه با زندگی که اگر نمیتونی اعتماد کنی تحقیق کن. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک باشید. همه چیز را تحقیق کنید در باب هر موضوعی. خیلی از عزیزان هستن وقتی موضوع پری روح القدس و زبانها میشه و ما در تلاش هستیم که این عزیزان این عطای زبانها رو بگیرن، چون خود من دارم، خادمین کلیسا دارن این عطا رو، هی میگن آخه شاید خدا نمیخواد. میرن دوباره بابا تو تحقیق کردی، تو تلاش کردی، تو شنیدی از کلام خداوند چنین چیزی که شاید توش باشه. کلام خدا میگه من به تو عطایا میدم. عطایا رو با چی بطلب؟ با غیرت بطلب، نه اینکه اگر شد یا نشد. چون کلیسای مسیح به توسط روح القدس و عطایا هستش که میتواند ملکوت خدا رو گسترش بده. در غیر این صورت خب ما یک مذهب شیک داریم، یک باور شیک داریم بدون قدرت و توانایی که خداوند وعده داده و اون روح القدس هست. شما عزیزانی که میخواید تعمید بگیرید، من شما رو به آب تعمید میدم، اما مسیح میخواد شما رو به پری روح القدس تعمید بده. میباید در این رابطه بیستی با غیرت. روح القدس رو دارید شما، اما پری روح القدس باید پیوسته انجام بشه تا اون عطایا در زندگی شما عمل کنه. بنابراین ما بدون تحقیقات یک داور بد خواهیم بود. ما بدون تحقیقات یک شخصی هستیم که افراد رو به بدی محکوم خواهیم کرد. ما بدون تحقیقات متاسفانه در احساس و رفتار بد قرار میگیریم و سخنان بد که غیبت خواهد شد. وقتی تحقیق نمی کنیم نسبت موقعیتی، نسبت به باورمون، نسبت به شخصیت، نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، بدون تحقیقات میپذیریم، اونجا هستش که ما متاسفانه در مسیر اشتباه هستیم و این سخنان ما چی میشه؟ غیبت خواهد شد. به همین راحتی وقتی یه خوب آگاه نیستم سخنان من غیبت خواهد شد. ولی در تحقیقات ما خوشبین خواهیم شد. چرا خوشبین هستیم؟ چون از چشمان خدا میبینیم مسائل رو. مسیح گفت اول ملکوت منو به طلب، درسته؟ زمانی که شما تحقیق میکنید در حضور خداوند هستی، از چشمان خدا میبینی. حالا میرسیم چگونه مشکلات رو. من خوشبین هستم ولی خوشخیال نیستم، دیگه بدبینم نیستم که بگم من به هیچ وجه نمیتوانم اعتماد کنم. اگر تو جایگاهی استادم، جایگاهی هستم که هم از نظر کلام خدا و هم از نظر منطق میتونه جایگاه درستی باشه. پس اگر کلام خداوند در اول قرنتیان 13:7 اعلام میکنه محبت همه را باور میکند، در اصل این هستش که من اون باوری رو دارم نسبت به تحقیقاتم و اون جستجویی که انجام دادم که خدا با منه. هرچند اعتمادی که من کردم چه بسا اشتباه هست از نظر چشم خیلیا. همه ما فیلم بی‌نوایان رو دیدیم، درسته؟ هزار دفعه فکر کنم دیدیم، کارتونش هم دیدیم و من کتابش هم بارها خوندم. اونجایی که ژان وانژان میاد توی کلیسا، خود اون کشیش تو اون داستان نشون میده که میدونسته که اون میخواد دزدی کنه و بهترین ظروف رو میذاره اونجا. آیا اون میدانست این کارو داره میکنه یا نه؟ میدانست. و زمانی هم که تازه پلیس اونو میگیره، باز ما میبینیم اون کشیش اعلام میکنه میگه من اینو دادم، چون از قبل داده بود. این گونه اعتماد کن، مثل خدا اعتماد کن. آیا خدا نمیدانست زمانی که رسول رو نجات میده بازم گناه میکنه؟ 100% میدونست، 100% خدا میدونست اگر رسول نجات پیدا کنه بازم گناه میکنه. برای همین گفت تا انقضای عالم تو رو رها نخواهم کرد، من با تو خواهم بود. برای همین کلمه توبه برای ایمانداران هنوز هست، تا وقت داریم توبه کنیم. برای همین کلمه شفا و سلامتی هست، قوت خدا هست، پری روح القدس هستش برای ما که توی جایگاه درستی قرار بگیریم و مبادا خودفریبی کرده باشیم. در غیر این صورت متاسفانه اگر بدون تحقیقات باشیم خوشبینان الکی هستیم. تحقیق کن، با
ایمانت بیس، برای ایمان تحقیق کن، برای کار تحقیق کن، برای زندگی تحقیق کن با یک تلاش درست و بیس تا اونجایی که میتونی. نمیتونی بسپار تو دست خداوند، اما بدون که تکیه اصلی ما خدا هستش. قرار نیستش که به همه چیز ما اعتماد کنیم، ولی اعتمادمون در مسیر تحقیق باشه. لطفاً فرزند خدا هستیم. مسیح میگه فرزندان این دنیا متاسفم باهوش‌ترن. هوشیار باشیم، فریب نخوریم. خداوند کلیساشو داده به ما، ملکوتشو داده به ما، باید گسترش بدیم در هوشیاری و تحقیق. در نامه اول تسالونیکیان 3:5 میخونیم، از شریف براتون میخونم. پولس رسول میگه از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیر قابل تحمل بود. پولس رسول در شهر تسالونیکیه در شمال کشور یونان مورد جفا و نیز مورد سخنان و تهمت‌های بسیاری قرار گرفت، طوری که مجبور شد اومد بیرون. ولی وقتی که اومد بیرون نگران کلیسا بود، نگران ایمانداران بود، چرا که اونجا غیبت ها کرده بودن و سخنان بد پشت سر او گفته بودن و اون هم ناراحت بود که چه اتفاقی میفته. از این رو تیموتائوس رو میفرسته و اعلام میکنه در ادامه، تیموتائوس را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم. پولس رسول روح القدس رو داشت یا نه؟ آمین که داشت، روح نبوت رو داشت پولس رسول. اما تحقیق میکنه برای موضوعاتی که میشنوی سری بله و نه نگو. لطفا تحقیق کن توی زندگیت بلا فاصله. ایمانت کجاست؟ اگر ایمانت توکل به خداست، آنچه که به نفع توی زندگیت هست از دستان خدا بگیر، کاری به صداهای منفی و نگاتیو نداشته باش در هیچ موردی. میگه تیموتائوس را نزد شما فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم، زیرا میترسیدم از آن اغوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده. اعتمادی که ما بدون تحقیقات میکنیم احتمال اینو داره که ما را توی وسوسه گرفتار کنه. شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه بماند. زحماتی که پولس رسول کشیده برای اینکه این افراد نجات پیدا کنند. شخصی چند هفته پیش اومد پیش من، گفت بعد از سور فلانجا بودم و یه عزیزی شروع که پشت سر شما حرف زدن. گفت منم راستش هم برخورد، گفتم تو مگه بعد از رسول رو میشناسی؟ گفت نه من هنوز ندیدمش. گفت پس برای چی اینقدر پشت بعد از رسول این حرفا رو میگی؟ گفت خب اونایی که با من بودن شنیدم. گفت ببین من مثل یه پسر روحانی اون هستم، هرچند مدت هاست ندیدمش، ولی میدونم که این حرفا حرفای دروغ هست. ولی به راحتی پذیرفته بود. پشت سر خادمین از ابتدا بوده. اگر پشت سر عیسی مسیح سخنان بدی گفتن، دروغ گفتن، پشت سر ما هم هستش. نمیشه نباشه، اصلا غیر ممکنه، مگه اینکه واقعا ما نوع زندگیمون یه طوری باشه که همش به خاطر اینکه مردم رو راضی کنیم، برای رضایت مردم دست از خدمتمون بشوریم. وقتی که خداوند رو خدمت میکنی حتما سخنانی هست. این هوشیاری رو داشته باشیم پشت سر هم دیگه، اگر حرفی هست بلا فاصله نپذیریم. میدونم که از اونجایی که همه ما آسیب خورده متاسفانه، دورانی همچون تاریخمون، فرهنگمون، نوع تعلیماتمون، از توی خونه چه قولهایی گرفتیم، مسلماً دانسته شاید نبوده، با آگاهی نبوده، چه بسا که والدین به ما قولها دادن انجام ندادن، چه بسا افراد سیاسی که ما در طول 39 سال میدونیم که سیاستمدارانی که توی ایران چقدر دروغ گفتن، چقدر حرفای بی خودی زدن. من خودم زمانی که خمینی اومده بود توی بهشت صحرا بود، با خود خمینی که صحبت میکرد 5-6 قدم بیشتر فاصله نداشتم. داشت میگفت آب مجانی، برق مجانی، و این صحبت ها رو من تاثیر گذاشت. زمانی که من این صحبت ها رو شنیدم، زمانی که از دولتمندان دیگه اینو شنیدم، زمانی که دوستای من به من گفتن که فلان دوستت داره آزاد میشه بعد از 8 سال 9 سال و ما رفتیم دم زندان، گل بردیم، شیرینی بردیم، جنازه‌شو به ما دادن و توی خیابون چراغونی کرده بودن، مسلماً ما وقتی که این چیزها رو دیدیم ما بی‌اعتماد خواهیم شد، ما بدبین خواهیم شد. و یکی از اسارت‌های من همین بود
اما زمانی که مسیح ایمان آوردم، خداوند منو ملزم کرد در حضور او برم و زانو بزنم و اونها رو ببخشم تو دستای اون، و از این به بعد از خدا بخوام که خدایا تو منو قوت بده و برکت من بده تا اون گونه که تو فکر میکنی من فکر کنم. خیلی هوشیار باشیم. در طول زندگی هر اتفاقی برای ماها افتاده و دلیلی شده که ما اعتمادمون رو از دست بدیم به دیگران، باید توبه کنیم. بله، برای بی‌اعتمادی به همدیگه باید توبه کنیم. چون امروز اعتماد ما چه کسی هست؟ خدا هستش. در ادبیات ما بسیار نهفته است متاسفانه اشعار و صحبت‌هایی هست. شاعری میگه افتاده درختی که به خود میبالید، از داغ تبر به خاک غم مینالید. گفتم چه کسی به ریشت زد؟ گفتا آن کس که به زیر سایه ام میخوابید. این شعر از کجا اومده؟ اینا شعرهایی هستش که ایرانی ها گفتن به خاطر موقعیت هایی که دیدن. باز شاعری میگه امروز کسی محرم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست. من اینا رو تایید نمی کنم، من فقط میخوام بگم ما ایرانی ها احتیاج به مسیح داریم. مسیح هستش که میتونه ما رو شفا بده، مسیح میتونه ما آرامش بده. اگه میخوای اعتماد رو خوب درک کنی و تراست کنی بدون ناامیدی و نگرانی، میباید جامعه عشق و محبت مسیح رو برتن کنی. نویسنده اعلام میکنه مراقب باشید به چه کسی اعتماد میکنید. شیطان روزی یک فرشته بود. ایرانی هستن اینها. و نیز نویسنده دیگه اعلام میکنه روزی روباه به گرگ گفت میخوام به من بیاموزی. گفت برو خودتو از اون بالای پرتگاه بنداز پایین. گفت اگه بندازم پایین که پام میشکنه. گفت نگران نباش، من میگیرمه. و روباه رفت خودشو پرت کرد، ولی گرگ نگرفتش. روباه دست و پا شکسته و داغون اومد، گفت چرا بس منو نگرفتی؟ گفت اولین درس اعتماد یعنی مرگ. این چیزی هست که دنیا میآموزه، اما کلیسای مسیح و انجیل مسیح این رو به من و تو نمیآموزه. هوشیار باشیم به بازی حتی چیزهایی که میریم نریم. و توی زندگی ما هم هست، ما چرا قسم میخوریم؟ قسم برای چی میخوریم توی بیزینس انقدر؟ به خاطر اینکه اعتماد نیست. ما میدونیم منی که به اون شخص مخاطبی که دارم باش بیزینس میکنم اعتماد بهش ندارم، میدونم اونم به من اعتماد نداره، پس من قسم میخورم. همونطور که کشش کامل عزیز هفته گذشته در رابطه با پیوند که من و زهره در مسیح یافتیم صحبت کرد، که این عهدی که دوباره بستیم، گفت در مذهب و در اسلام ازدواج یک قرارداد، این حقیقت داره به خاطر کلمه مهریه، این یک قرارداد هستش بسته میشه. اما میدونید تو همین قراردادام اعتماد نیست؟ میگید نه من که دیدم، حتما شما هم دیدید دیگه، همه ما از ایران اومدیم دیگه، از کرات دیگه که نیومدیم. خواهر و برادر بچه هاشون با هم ازدواج میکنن، برادرها بچه هاشون با هم ازدواج میکردن، همه خوشحال و هپی. وقتی به پای مراسم میرفتن به زمان مهریه که میشد، برادرها با هم دعوا میکردن، خواهر و برادر با هم هنوز هم دارن دعوا میکنن سر اینکه چند تا سکه طلا باشه. این قرار داده. اینجا هستش که شیطان متاسفانه این اعتماد رو از ما گرفته. و حتی خود ما گاهی توی صحبت هامون، توی موقعیت هامون شده یه نفر داره صحبت میکنه، شما ناخودآگاه انگار باورش نداری، میگی نه این نه یعنی چی؟ قبولت ندارم. یک ساعت داره صحبت میکنه، میگی جدی؟ یعنی اصلا حقیقت داره. بعد آخر ساعت دیگه مثلا میخوای تاییدش کنی، میگی عجیبه، یعنی اصلا که باورت ندارم. این تکه کلامه از کجا اومده؟ از اونجایی اومده که حقیقتا ما آسیب خورده متاسفانه وعده های تو خالی بودیم. اما کتاب مقدس وعده تو خالی نیست. کتاب مقدس اومده من و تو وعده داده. اگر به او ایمان بیاریم، این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند ما رو پیوسته حمایت خواهد کرد و مسیر زندگی ما رو آنجایی که درست هست قرار خواهد داد. همه ما میدونیم در متی 5:23-37 میگه قسم دروغ نخور، نه به آسمان و نه به موی سرت و نه به اورشلیم، بلکه سخن شما بله بله باشد، نه شما نه باشد.
باشد، زیرا زیاده بر این از شریر است. و گاهی ما اینقدر زیاد میگیم که همگر متقاعد کنیم، غافل از این که ما داریم مسیر شرارت شیطان رو جلو میذاریم و در اون مسیر داریم به یه جایگاهی میریم که بتونیم دیگران رو متقاعد خودمون کنیم. متاسفانه در این مشکلات و سختی ها و در این بی‌اعتمادی گاهی هم این سوال برای ما ایجاد میشه، چرا آدمایی که بدجنسن، چرا آدمایی که دروغ میگن، چرا آدمایی که ریاکارن، چرا آدمایی که ظالمن، چرا 39 سال این نظام هنوز داره با ظلم و ستم حکومت میکنه، تازه مردم هم میرن رأی میدن بهش، بازم میرن رأی میدن تعدادی به اینها، چرا اینها برقرار هستن؟ اگر قرار باشه که من اعتماد کنم به کسایی که ظالم هستن، این ظالمین پایدار خواهند بود. و این تنها سوال ماها نیست. نویسنده مزمور 73 یک اینگونه میگه: هر آینه خدا برای اسرائیل نیکوست. آمین. هر آینه خدا برای من و شما که به او توکل دادیم، توکل کردیم، نیکو هستش، یعنی برای آنانی که پاک دل هستند. اما من نزدیک بود که پاهایم از راه در رود، نزدیک بود که قدمهایم بلغزد، زیرا بر متکبران حسد بردم چون سلامتی شریران را دیدم. تا حالا چنین حسی گرفتیم ما توی دنیا که افرادی هستن که دروغ میگن، ظلم میکنن؟ کاش که ما هم جای اونا بودیم. چرا ما باید به مسیح ایمان آورده باشیم، در صداقت باشیم؟ این نویسنده در مزمور 73:16-18 میگه: چون تفکر کردم، این همون تحقیقه، چون تفکر کردم این را بفهمم، در نظر من دشوار آمد. این یک حقیقته، نمیتونیم درک کنیم، تا به قدس‌های خدا داخل شدم. ارمیا 33:3 میگه: مرا بخوان که تو را اجابت میکنم و از آن چیزهایی که نمیدانی تو را آگاه میکنم. موقعی که افتادی تو این شک، تو این که واقعا چرا مردم ظالم توی دنیا زندگی بهتر دارن، برو در حضور خداوند و خدا به تو جواب میده. و میگه: آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم، هر آینه ایشان را در جاهای لغزنده گذارده ای. یعنی این که خدا اجازه داده اونا در شرایط بد قرار بگیرن. ایشان را به خرابی ها خواهی انداخت. و در آیه 27 و 28 اعلام میکنه: زیرا آنانی که از تو دورند هلاک خواهند شد. اونها در ناامنی خواهند بود. نگران نباش از اینکه امروز تو در صداقت هستی، تو در حضور خدا هستی. زیرا آنانی که از تو دورن هلاک خواهند شد و آنانی که از تو زنا میکنن، یعنی به تو خیانت میکنن، خدایا نابود خواهی ساخت. و اما مرا نیکوست که به خدا تقرب جویم، یعنی به خدا نزدیک بشم در سختی ها و مشکلاتم. بر خداوند یهوه توکل کردم تا همه کارهای تو را بیان نمایم. آمین. یک ایماندار اینگونه نگاه میکنه، در هر وضعیت به خدا نزدیک میشه. تقلید از مردمی که توی این دنیا پیروز شدن با دروغ و کلک ما نمیتونیم بکنیم. بریم با هم دیگه نامه فیلیپیان 4:4-7 رو لطفا بشنویم. آیا عزیزان همه بروشور داریم؟ لطف کنید چراغا رو حالا روشن کنید. ممنون میشم. میتونید بخونید؟ در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. آمین. اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود. زمانی که من و شما به آگاهی کاری رو انجام میدیم، به دام وسوسه قرار نمیگیریم و اعتدال زندگیمون رو داریم. عزیزان اله کلنگ بازی نمی کنیم. یکی روزی که ایماندار قوی هستیم، یک روز ایماندار ضعیف هستیم، یک روز داریم میدویم برای خداوند، یک روز 2 ماه 3 ماه کلیسا نمیایم، کاری با مسیح نداریم، کاری با کلام نداریم، استاده برای خداوند. بله، خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. آمین. به چپ و راست نگاه نکن. به چپ و راست. یادتون هست اون جدول که وقتی گفتیم اعتدال در عدالت، در آگاهی، در آرامش هست؟ چپ و راست رو نباید نگاه کنید. به تجربت نگاه نکن که قبلا اعتماد کردی، حالا دار آسیب خورد. دوباره اعتماد کن، اما از نگاه خدا اعتماد کن.
از خدای نگاه خدا اعتماد کن تا توی جایگاه درستی بیستی. تجربه عزیزان میوه گندیده است، به درد من و شما نمیخوره، اونا که میشنون به دردشون میخوره. تجربه برای خودت بر ندار، ایمانت به خداوند رو برای خودت بردار، اقتدار در مسیح رو بردار. شخصی داشت رانندگی میکرد، راننده تاکسی بود، همین که داشت میرفت مسافر رفت پشت سر، دست زد روی شونش، یه دفعه این هول شد رفت توی خیابون و توی پیاده رو زد به یه درخت. بعد که زد به درخت به هم نگاه کرد، گفت معذرت میخوام، ببخشید. گفت ببخشید من منظور بدی نداشتم، من فقط زدم میخواستم بگم من جلوتر پیاده میشم. گفت میدونم، راستش من اولین روزه که دارم رانندگی میکنم با تاکسی، چون قبلا نشکش و آمبولانس بودم. مواظب باشیم عزیزان، تجربه من و تو را آسیب میزنه. ما به تجربه نمیتونیم تو یک جایگاه درستی بیسیم، فقط با تحقیقات درست هست که ما میتونیم اون موقعیت داشته باشیم. بریم با هم دیگه نامه رومیان 4:13-25 هم لطفاً بشنویم. زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل. در از ابراهیم هم یه جورایی مثل من و شما که با فیض خدا نجات پیدا کردیم، فقط با ایمان به مسیح نجات پیدا کردیم. ابراهیم هم اینو، چون که 400 سال بعدش خداوند شریعت رو به توسط موسی به قوم اسرائیل میده، هنوز شریعتی نبود، اما ابراهیم آنچه که خدا گفت پذیرفت، تا مرزی که حتی پسر خودش اسحاق رو به آنچه که خداوند گفته بود قبول کرد تا قربانی کنه. و این ایمانه. و فراموش نکنیم، قبلا هم عرض کردم، شریعت به ما داده نشد، شریعت به قوم اسرائیل داده نشد برای نجات. مشکل عزیزانی که مذهبی هستن اینه، مذهبتو نگه دار، هر کس که مذهبیه شریعت هم میخوای نگه دار، اون برای زندگی سالم توه، برای نجاتت نیست. برای نجات همه مردم جهان احتیاج به مسیح دارن، فقط مسیح نجات میده، چون اون بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. هیچ نبی، هیچ پیغمبری چنین نکرد. شریعت برای زندگی سالم چهارگانه است که انسان با خدا، با خودش، با خانوادهش، با خلق خدا یک رابطه خوب داشته باشه. اما این فیض خداست. ابراهیم هم نیز خدا مطابق فیضش با ایمانش رو عادل شمرد. بله؟ زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل. زیرا که شریعت باعث غضب است. زیرا جایی که شریعت نیست، تجاوز هم نیست. مسلما کدوم یکی از افراد قوم اسرائیل می توانستن 613 تا قانون رو انجام بدن از شریعت؟ اجداد ما آدم و حوا تو یکیش موندن تو باغ عدن، تازه دو نفر بودن. حالا چطور ممکن 613 تا قانون رو رعایت کنم؟ پس میگه غیر ممکن، همه ما با شریعت محکوم خواهیم شد. بله؟ و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی، بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیست که پدر جمیع ما است. چنان که مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم. در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند. ما نیز فرزندان خدا هستیم. لطفا بگید دیگه چی هستیم؟ بلند بگید. شاهزادگان. دیگه چی هستیم؟ بله؟ نور و نمک. دیگه چی هستیم؟ وارثین هستیم. دیگه چی هستیم؟ کاهنان هستیم. دیگه چی هستیم؟ جان؟ قوم خدا. مقدسین، قوم خدا. هاللویا. به افتخار خودتون که فرزند خدا هستید و این افتخار رو از مسیح میگیرید دست بزنید. بله این هستی، این هستی. اعلام ضعف نکن تو مشکلات، نترس، با توکل به خدا عمل کن توی زندگیت و خدا تو رو حمایت خواهد کرد، خیلی بیشتر از ابراهیم منو تو رو حمایت خواهد کرد، چرا که خون یگان پسرش بر ما پاچیده شده، کفاره تمام گناهان و بدیهای ما شده. بله؟ و ناموجودات را به وجود می‌خواند که او در ناامیدی به امید ایمان، به امید ایمان آورد تا پدر امت‌های بسیار شود، بر حسب آنچه گفته شد که ذریت تو چنین خواهند بود. و در ایمان کم قوت نشده، نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود،
چون که قریب به 100 ساله بود و به رحم مرده ساره و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود، بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است. آمین. و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ما ایمان داریم؟ آمین. که پس ما به توسط مسیح نیز عادل شناخته شدیم. اگر ایمان داریم بایستیم برای آنچه که خدا به ما داد. یک داستانی هستش، البته این داستان سندیت نداره به هیچ وجه، احتمالاً یکی از واعظین گفته، حالا نویسنده‌ای گفته، میگه عیسی مسیح زمانی که رفت به آسمان، فرشتگان از او پرسیدن که خب حالا روی زمین رفتی چه کار کردی؟ چه نهضتی رو تشکیل دادی؟ گفت هیچی، 12 تا شاگرد رو تعلیم دادم، یکیش هم که خیانت کردش و همین به قدرت و قوت روح خدا رو به او دادم، روح القدس رو به اونها دادم که برن به جهان بشارت بدن و به اونها هم گفتم به دیگران این قوت و این اقتدار رو بدن. رسیده به کلیسای ما، کلیسای عیسی مسیح همین کارو میکنه. ما بارها و بارها تراست کردیم و اعتماد کردیم به افراد، افرادی موندن وفادارانه خداوند رو خدمت کردن، افرادی رفتن، ولی بازم اعتماد میکنیم. ما غیر از این راهی نداریم، چون محبت میگه همه را باور میکند، اما با تحقیقات، با درست اندیشی، نه اینکه بیهوده به آب بزنیم، با یک موقعیت درست. اما ما نمیتونیم به هم اعتماد نکنیم. اگر اعتماد خداوند به ابراهیم بود که حتما گناهکارم بود، ابراهیم به رسول بود که بسیار گناهکار بود، رسول نیز باید به دیگران اعتماد و تراست بکنه، تا همه دستای همدیگر رو بگیریم و این بدن رو برای جلال مسیح حفظ کنیم. بله؟ ولیکن این که برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد، بلکه برای ما نیست که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد. آمین. خدا به ما اعتماد کرده. آمین. اگر خدا به ما اعتماد کرده، در اعتمادمون صادقانه زندگی کنیم. مسیحیت مسئولیته. ببخشید عزیزان که میخواد تعمید بگیرید، مسیحیت مسئولیته. اگر به مسیح ایمان آوردی، در راستی بودی، در کنار سختی ها و مشکلات خدا تو رو حمایت میکنه. اما اگر در مسیح نموندی، در راستی هم نموندی، تو مشکلات بسیار خواهی افتاد. عذر میخوام، این حقیقت. حتی ماهایی که در مسیح تمام تلاش و فکرمون هست که بمانیم، مشکلات و سختی ها داریم. وای بر آنانی که به مسیح ایمان می آورند و مسیح رو رها می کنند. چون تا دیروز من و شما به دنبال شیطان می دویدیم، مسیح ما رو گرفت، حالا شیطان به دنبال ماست که ما رو به دام گرفتار کنه. هوشیار باشیم، صادقانه بایستیم، آنچه را که می کاریم باید درو کنیم. از طرف فرودگاه، مسئول فرودگاه یه سری از اساتید دانشگاه فنی رو صدا کردن و بردن توی هواپیمایی که تازه ساخته شده بود. قبل از اینکه هواپیما بلند بشه، اومدن بهشون گفتن که این هواپیما به توسط شاگردان خودتون ساخته شده. یه دفعه همه اساتید بلند شدن به سمت درب خروجی، نگاه کردن، یکی از استادا نشسته. همه گفتن تو چنین ریسکی رو می‌کنی که اینجا نشستی، بلند نمیشی؟ گفت نه بابا، نترسید، این هواپیما بلند که نمیشه هیچی، من میدونم روشنم نمیشه. خیلی هوشیار باشیم عزیزان. اگر ایمان داریم به زندگی مسیحیمون، خوب میتونیم برداشت کنیم. اما اگر ایمان نداشته باشیم، میری برای مریض دعا میکنی، خدایا خواهش کن، میشه؟ نمیشه؟ میشه. میشه. ایمان داشته باش، رفع مشکل زندگی میشه. موقعی تو مشکلات هستی، زمانی هست که باید ایمانتو نشون بدی، نه زمانی که بیرون از مشکل هستی. موقعی تو بدترین شرایط هستی، قوت خدا رو باید داشته باشیم. بریم با هم دیگه نکته دوم، لطفاً اولین و دومین نکته رو داشته باشیم. چگونه می توانیم زندگی سالم داشته باشیم؟ همه عزیزان بروشور داریم. نکته اول، بهره یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید، تا دور از هر زیاده خواهی در خداوند دائما شاکر باشیم. وقت نداریم، توضیحاتو دادیم جلسات قبل. نکته دوم، بهره یک زندگی سالم می بایست به اعتدال اندیشید، تا دور از هر وسوسه در خداوند دائم وفادار باشیم. گذشته از مراحلی که در رابطه با وسوسه صحبت کردیم،
موضوع اعتماد بسیار مهم هست که وفاداری ما رو نمایان خواهد کرد در چشم مردم و نیز ملکوت خداوند. آمین. بریم با هم دیگه آیه آخرم لطفاً بشنویم. کتاب امثال 3:1-6. ای پسر من، تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد، زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامتی را برای تو خواهم افزود. آمین. و زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند. آنها را برگردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. آنگاه نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهی یافت. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما. آمین. و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. آمین. 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 پس با آگاهی و شناختی که از نقشه خدا داریم برای کامل شدن، عزیزان، خدا به فکر زندگی من و تو هست، به فکر سلامتیمون هست، نیازهامون هست، حاجتمون هست، اما بدونیم هدف اصلی این هست که شکل خدا بشیم. مسئولیت فرزندیت رو داشته باش. شاعری میگه زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی، بلکه اون نقش و نگاری که خداوند اعلام کرده. ما شکل خدا آفریده شدیم. تنهایی نقشه نکش برای زندگیت. تحت اراده خدا نقشت رو به ثبت برسون. زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی. نقشه از قبل مشخص شده است. تو در این بین فقط میبافی. فقط من و شما یاد میگیریم که به فیض خداوند انجام بدیم. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی بافتت را نخرند. خیلی هوشیار باید باشیم. وقت میذاری به کلیسای مسیح میایی، این رو بدون که خداوند برای تو برکتی داره. سوال آخر رو داریم، درسته؟ این سوال رو از خودتون بپرسید لطفاً در طول هفته. چرا به دیگران نمیتوانید اعتماد کنید؟ و ریشه این بی‌اعتمادی از کجاست؟ مسلماً می‌گردی می‌بینی، نمی‌دونم توی خونت بوده، محل کارت بوده، تاریخ زندگیت بوده، فرهنگت بوده، همه اینا باعث شده که اعتماد در شما نباشه. در حضور خدا برو و لازم هست برای این موضوع توبه کنیم. توبه یعنی من نمی‌خوام اونجا باشم. توبه این نیست که حالا تو گناه کردی در این رابطه، نه، تو نباید اونجا باشی، تو باید برگردی. میگی خداوند منو ببخش، منو شفا بده، من آنانی که باعث بی‌اعتمادی در من شدن رو به دستان تو میسپارم. نفرینشون نمی کنی، بر علیهشون نخواهی بود، میسپاری تو دستای خداوند و نیز از خدا میخوای که خداوند با قوت روح القدس به من این آرامش و این شادمانی رو بده. و برای این موضوع مدام دعا کن تا شفا پیدا کنی، تا بی‌اعتمادی و بدبینی و خوشخیالی از ما برداشته بشه و به جاش چی بیاد؟ خوشبینی که از چشمان خداوند هستش.